در شرایطی که دسترسی به اینترنت آزاد و بدون محدودیت به یکی از نیازهای اساسی بشر تبدیل شده، چطوره که این محدودیت‌ها بر زندگی مردم ایران داره اعمال میشه و اصلا چه تأثیری رو زندگی مردم ایران داره و چه راهکارهایی برای مقابله با اون در دسترس است؟ خواسته مردم ایران که مشخصه، خواسته مردم اینه که حکومت آخوندها هر طور و هر گونه فیلترینگی که بر اینترنت اعمال میشه رو لغو کنه. سوال اینجاست که آیا پزشکیان میتونه این خواسته رو برآورده کنه یا خیر؟ با زندگی ما الان دیگه مدل شده، الان شده اینترنت، قبلا تلفن بود، الان یه چیزی مثل اینترنت اومده. خب ما زندگی اون همه خود دولتی هم به اینترنت وصلن، حالا اونا از خودشونن، اینترنتشون رو به راست، آیتی دارن، هیچ مشکلی ندارن، ولی امثال مردم که یارو یه کبابی زده میخواد یه پیام، نمیدونم کار کاسبی مردم شدیدن یعنی مختل میشه، یه پیام میخوای بدی، یه زنگ میخوای بزنی، میخوای به خانواده تو اروپا زنگ بزنی، به اقوامت، به همکار اروپا میخوای زنگ بزنی، نمیتونی، نت نداری، میخوای پیام بدی نمیتونی، میخوای فاکتور بدی نمیتونی، میخوای بیزینس بدی نمیتونی، میخوای کاسبی کنی نمیتونی. اینو از ایران آزادی میخوام راجبش حتما یه فکر بکنه، یه مفصل چیزی بیاره راجبش توضیح بده به این نظام، حداقل 4 نفر ببینن بفهمن، بلکه اونم به حکومت اعلام میکنه آقا جون نبوده اینترنت یعنی فلج کننده. حالا مثلا امروز اینترنت قطع بود، 3-4 روز اینترنت قطع بود، مشارکت زیاد شد، اینو توضیح بدم برام چرا اینترنت رو قطع میکنن. با تشکر. بله، برای بررسی موضوع امروز همراه هستیم با مهندس ربکا ملیحی. سلام میکنم به شما خانم ملیحی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین برای برنامه ما. سوال اول اینه که محدودیت های اینترنتی و همینطور فیلترینگ که الان اعمال میشه تا حالا چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم و کسب و کار اینترنتی در ایران داشته؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان برنامه ایران آزادی. از همینجا میخواستم یک درود ویژه بفرستم به کانونهای شورشی در ایران و تبریک بگم به مناسبت برگزاری کهکشان امسال در برلین و کنفرانس ایران آزاد در پاریس. بله، همونطور که خودتون اشاره کردید و هموطنمون از تهران هم اشاره کردن به درستی، در واقع این فیلترینگ و تحریم ها و در واقع این محدودیت های دسترسی به اینترنت تاثیر خیلی زیادی در روند زندگی مردم و در کسب و کار مردم گذاشته. در سال گذشته بالای 6 تریلیون دلار در واقع خرید و فروش در از طریق اینترنت در دنیا انجام شده که متاسفانه ما توجه به این محدودیت ها و فیلترینگی که رژیم جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده، ایران هیچ سهمی و هیچ در واقع بازاری از این 6 تریلیون نداشته. و همینطور در داخل ایران حتی اگه ما در نظر بگیریم که مردم با کشورهای دیگه بخوان خرید فروشی نداشته باشن، در داخل ایران با توجه به این فیلترینگ هایی که انجام دادن و با توجه به محدودیت هایی که اعمال کردن، مردم داخل ایران نمیتونن به راحتی و به سادگی بیزینس خودشون رو ادامه بدن، نمیتونن مثلا انتقال وجه نمیتونن به راحتی داشته باشن، نمیتونن از این امکان و ظرفی که برای تبلیغات اینترنت در اختیار مردم و در اختیار بیزینسمن ها میذاره استفاده بکنن و بتونن اجناسی که تولید میکنن رو به فروش برسونن. و حتی در زمینه آکادمیک، ببینید من خودم توی دانشگاه فعالیت میکنم و در زمینه آکادمیک من میتونم بهتون بگم که اگر ما یک روز اینترنت نداشته باشیم تمام فعالیت میشه، از ریسرچ، از برنامه هایی که مینویسیم، از مختلف استفاده میکنیم، تمام فعالیت های ما مختل میشه. و شما ببینید که در ایران با توجه به این سرعت پایین و محدودیت هایی که اعمال میشه به خصوص در زمینه ریسرچ و آکادمیک چه مشکلاتی رو مردم میتونن باش دست و پنجه نرم بکنن و همین باعث میشه که خب در واقع جلوی پیشرفت جوان ها و جلوی پیشرفت جامعه رو میگیره. و ما شاهد این هستیم که جوانهای بسیار زیادی از ایران مهاجرت میکنن، استارتاپ های زیادی از ایران مهاجرت میکنن
تا بتونم به در واقع آزادانه و به راحتی به اینترنت و به اطلاعات جهانی دست پیدا بکنم تا فعالیت خودشون رو حتی فعالیت های علمی خودشون رو انجام بدن. من خودم در دوران احمدی نژاد دانشجو بودم در ایران و خودم یادمه که تمام سایت های جهانی حتی مثلا سایت IEEE Explore فیلتر بود و دسترسی ما نداشتیم بدون فیلتر شکن. من معانی دانشجو مجبور بودم روزانه از فیلتر شکن استفاده بکنم وگرنه نمیتونستم به مقاله های علمی در سراسر دنیا دسترسی پیدا بکنم، حتی مقاله های مجانی. و ما میبینیم که امروز این فیلترینگ بسیار زیاد شده، بسیار زیاد شده، به طوری که در واقع گزارش های خود رژیم این رو اعلام میکنه که بالای 80% از مردم ایران از فیلتر شکن استفاده میکنن. یعنی شما ببینید که از مردم در واقع از دانشجو، از سطح دانشجو رسیده به مردم عادی و میبینیم که این همه به طور گسترده از فیلتر شکن استفاده میکنیم و این خودش بیانگر این هستش که چه محدودیت های زیادی رو اعمال میکنه این رژیم. بله، الان صحبت سر فیلتر شکن شد، اعداد و ارقام عجیب و غریبی هم تو این دو سه ماه اخیر از گردش مالی فیلتر شکن توسط حتی خود رسانه های رژیم اعلام شده و بس سر 5,000 میلیارد تومان گردش مالی در بازار فیلتر شکن در ایرانه. سوال اینه که شما فکر میکنین که این بازار چطوری شکل گرفته در کنار اون اینترنت آزاد؟ یعنی بازار فیلتر شکن چجوری شکل گرفته و خب چه تأثیری روی اقتصاد ایران داره این بازار؟ بله، همونطور که اشاره کردید، خب فیلتر شکن استفاده بسیار زیادی داره داخل ایران. مثلا من یادمه که در زمان احمدی نژاد مثلا تعداد محدودی از آدم ها از فیلتر شکن استفاده میکردن. یه برنامه ها و نرم افزارهایی بود مثل تور بروزر یا فیلتر شکن هایی که خارجی بودن، ولی امروزه ما میبینیم که در واقع این خودش یک بازاری برای خودش داره و فروش وی پی ان مثلا در واقع یک بازاری برای خودش داره. البته این بازار سیاه هستش و این در واقع زیر نظر مافیای خود رژیمه، به خاطر اینکه این مبالغ هنگفت جابجایی مالی واقعا در ایران کار هر کسی به جز کار مافیای رژیم نیستش. و همونطور که اشاره کردید، گزارش های خود نیروهای رژیم مثلا تجارت الکترونیک تهران، انجمن تجارت الکترونیک تهران خودشون اعلام کردن که بالای 80% از مردم کوچه و بازار از اینترنت، از فیلتر شکن برای استفاده از اینترنت استفاده میکنن و دست کم 30% از مردم ایران ماهانه بالای 150 هزار تومان هزینه برای تمدید اشتراک وی پی ان خودشون هزینه میکنن. و خب با توجه به جمعیت ایران این برآورد شده همونطور که اشاره کردید به 5,000 میلیارد تومان که این مبلغ کمی نیست و این مبلغ از در واقع از سفره های مردم جمع آوری شده و به جیب مافیای وابسته به نیروهای رژیم ایران میرسه که خب از این استفاده های مختلف میشه، از جمله در واقع دستگاه سرکوب، از جمله نیروهای گشت ارشاد، از جمله در واقع هزینه های آقازاده ها و چی میگن خارج رفتن اونها و در واقع چطور فرزندان قالیباف این همه اموال و دارایی در کشورهای مختلف دنیا از جمله آلمان و کانادا میخرن، این پول ها از اینجا میاد، از داخل جیب مردم و از سر سفره های مردم جمع آوری میشه، به دلیل اینکه مردم چاره دیگه ای ندارن برای بقای خودشون در زندگی روزانهشون، همطور که گفتم خرید و فروش اجناس و تجارت خودشون در مقابل فیلتر کردن رژیم چاره دیگه ندارن. یعنی رژیم نمیتونه جلوی مردم رو بگیره برای استفاده از اینترنت، اما کاری که میتونه بکنه اینه که اینو از در واقع به نفع خودش استفاده بکنه. همونطور که پزشکیان در مناظرات انتخاباتی گفت، چه کسایی این فیلتر شکن ها رو میفروشن و این پول ها رو به جیب میزنن و این میتونه کنترل شده باشه توسط خود حکومت باشه که در واقع مالیات هم ازش بگیریم و خودمون این پول ها رو در واقع بگیریم. بله خانم علی، من یک سوال دیگه دارم، ولی الان شما اشاره کردین به حرفا و وعده‌هایی که پزشکیان داده بود، چون چند جا درباره فیلترینگ اینترنت صحبت کرد، اظهار نظر کرد. بشنویم بخشی از حرفای پزشکیان رو، رئیس جمهور منتصب خامنه ای رو، بعد من آخرین سوال رو از حضورتون بپرسم. ما هممون
موافقیم که فیلترینگ نباشه. من اعتقادم برای اینه باید آزادش کنیم. توییتر محل آموزشه، محل خیلی از امکاناتی که میتونیم انجام بدیم. خیلی سرمایه و تکنولوژی و علم رو از اونجا میشونیم یاد بگیریم، میتونیم منتقل کنیم، میتونیم ارتباطاتمون رو افزایش بدیم. من اگر به قدرت به ریاستی برسم، قطع و یقین در رابطه با این ممنوعیت هایی که گذاشتم باعث عصبانیت شدن، باعث این شدن که خیلی از شغل هایی که در این فضای مجازی داشتن کار میکردن اینا تخریبش کردن، جلوش خواهم گرفت و با قاطعیت جلوش خواهم ایستاد. خب حرفاشو شنیدیم خانم علی. خواست مردم ایران که مشخصه لغو و رفع فیلتر از روی اینترنت هست. سوال اینجاست که آیا اصلا پزشکیان میتونه این کارو بکنه، میخواد این کارو بکنه، یا اینکه اصلا اراده این کارو داره یا خیر؟ بله، خواست مردم ایران که رفع کامل فیلترینگ و دسترسی به اینترنت جهانی هستش و این هم یک خواسته برحقی هستش که مردم ایران دارن و همونطور که میبینیم از دسترسی به این خواسته برحق خودشون از هیچ کاری فروگذار نمی کنن، حتی قیام که امیدوارم به زودی به ثمر برسه. ولی در واقع رژیم ایران با هر ترفندی و هر کاری که میخواد بکنه نمیتونه جلوی دسترسی مردم ایران رو به اینترنت جهانی بگیره. ولی خب همونطور که میبینیم پزشکیان هم برای پیشبرد اهداف خودش و برای کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی از همین خواست مردم استفاده کرد و در واقع شروع کرد به دادن وعده‌وعیدهای پوشالی. همونطور که داشت صحبت میکرد من واقعا خندم گرفته بود به خاطر اینکه این صحبت‌ها در واقع بیشتر جنبه طنز و فکاهی داشت تا اینکه جنبه وعده‌های انتخاباتی داشته باشه. چرا؟ اینکه خودش در واقع تو همین مناظرات به این مسئله اشاره کرد که در سال 57 قبل از اینکه حتی خمینی بخواد دست به انقلاب فرهنگی بزنه، ایشون خودش با جمع‌آوری اطرافیانش و نوجه‌های خودش شروع کرد به فیلتر کردن دانشگاه و خونه نشوندن افراد روشنفکر و انقلابی و اونها رو بیرون کردن از دانشگاه و بیمارستان‌های تبریز. و خب الان بعد از 45 سال چنین کسی بخواد بیاد دم از این بزنه که ما می‌خوایم رفع فیلتر کنیم و این به جز وعده‌های انتخاباتی هیچ جنبه دیگه نداره به نظر من. حتی اگر ما بخوایم در نظر بگیم که ایشون بعد از 45 سال تغییر رویه داده و به جای فیلتر کردن و به جای کنترل کردن اینترنت و دسترسی مردم به اینترنت جهانی، حتی اگر بخوایم فرض رو بریم بگیریم که ایشون موافق هستش با این مسئله، متاسفانه خوشبختانه ایشون هیچ قدرت سیاسی نداره. ایشون فقط یک رئیس جمهور در واقع منتسبی و یک مترسکی بیشتر نیست. همونطور که ما میبینیم در طی دوران گذشته، چه زمان احمدی نژاد چه زمان روحانی، حتی با وجود اینکه اونقدر وعده داد که انگشت ما به روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، ولی ما دیدیم که چه فیلترینگ های گسترده‌ای در زمان ریاست جمهوریشون از جمله سال 96 و سال 98 در طول قیام مردم اعمال شد بر روی اینترنت. برای ما میبینیم که به طور مشخص هیچ فرقی نمیکنه که چه کسی رئیس جمهور باشه، از باند اصلاح طلب به اصطلاح باشه و یا اینکه از باند تندرو و اصولگرا باشه. سیاست فیلترینگ رژیم یک سیاستی هستش که با توجه به تصمیم ولایت فقیه شکل گرفته و رئیس جمهور عملا در این مسئله هیچ کار است. ولی همونطور که اشاره کردم ایشون خودشون حتی توی زمان مناظرات انتخاباتی هم این نکته اشاره کردن که با فیلترینگ مخالف نیستن، ولی با نحوه اعمال اون و زمان اعمال اون در واقع مشکل دارن. شاید. بله، بسیار عالی خانم علی، خیلی ممنونم از شما به خاطر وقتی که به برنامه ما اختصاص دادیم و دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنونم از این فرصت که در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار.